به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. بنده بهمن‌یار هستم، فارغ التحصیل رشته معماری از گروه آموزشی فرادرس، در خدمت شما خواهم بود با دوره آموزش تکمیلی مدل سازی سه‌بعدی با نرم افزار 3D استودیو مکس. در این دوره ما یک گام فراتر از حد مقدماتی در واقع می‌ذاریم و یه سری فرامین دستورها و کاربردهای نرم افزار رو بررسی می‌کنیم که بالاتر از حد مقدماتی هستن. بنابراین شرط استفاده از این دوره تسلط به حد مقدماتی نرم افزار و یه آشنایی کلی با نرم افزار هستش. در این دوره ما یه سری دستورات پیشرفته و کامل‌تر و تکمیلی‌تر رو از قسمت‌های مختلف نرم افزار که خوب هستن برای مدل سازی و لازم هستن در بحث مدل سازی سه‌بعدی مورد استفاده قرار بگیرن رو با هم مرور خواهیم کرد و اونا رو با هم بررسی خواهیم کرد. در این دوره ما از ورژن 2020 نرم افزار 3D استودیو مکس استفاده می‌کنیم و در جلسه اول به یه سری دستورات ابتدایی تکمیلی خواهیم پرداخت. یه سری دستورات که شاید در حد مقدماتی هم یه آشنایی کلی باشون داریم، ولی می‌خوایم بیشتر وارد این مقوله‌ها بشیم و ببینید این دستورات چه زیرمجموعه‌هایی دارن و چه کاربردهای بهتری از اینها هم میشه داشته باشیم. اول از همه به منوی بالای نرم افزار میپردازیم. قسمت منو بار که ملاحظه میفرمایید، این خب مثل تمامی نرم افزار همونطور که در سطح مقدماتی هم آشنایی دارید، یه سری ابزارهای مختلف میشه از اینجا فراخونی کرد و در اکثر نرم افزارهای منو بار وجود داره. نوار زیرین در واقع مربوط میشه به بحث نوار اصلی نرم افزار که اصطلاحا بهش مین تول بار گفته میشه، که یه سری از فرامین و ابزارهای عمومی پرکاربرد در نرم افزار رو در این قسمت ملاحظه میفرمایید. در این منو که خب با کلیاتش آشنایی دارین، برخی گزینه‌ها هستن که بخوایم در واقع در بحث تکمیلی باشون برخورد کنیم. کنارشون یه سری علامت مثلث کوچیک وجود داره، مثل این گزینه یا این گزینه که ملاحظه میفرمایید یا این گزینه که اینجا هستش، در واقع گزینه سلکت هستش، ولی خب کنارش یه گزینه کوچولو مثلث شکل وجود داره که اگه ما روش کلیک کنیم و موس رو نگه داریم یه منو برای ما باز میشه به این ترتیب که ملاحظه میفهمید. خب حالا این زیرمجموعه‌هاشون چی هستن رو بهشون خواهیم پرداخت. خب از همین سمت چپ شروع میکنیم. اولین گزینه که این امکان رو داره همین بحث در واقع سلکشن ما هستش که بایستی بهش بپردازیم ببینیم این سلکشن چه کاربردهایی برای ما داره. همونطور که مستظر هستین سلکشن برای انتخاب آبجکت ها به ما کمک میکنه. خب برای بزرگ کردن ویوپورتی که ما در داخلش هستیم، همونطور که مستظر هستید از کلیدهای Alt و W استفاده میکنم. من در داخل این ویوپورتی که فعال هستش اومدم کلید Alt و W رو میزنم تا این ویوپورت برای من به شکل بزرگ نمایش داده بشه تا در داخلش عمل مدل سازیم رو انجام بدم. با گرفتن کلید Alt و اسکرول موس هم میتونیم چرخش رو در نرم افزار ایجاد کنیم. در حد مقدماتی شما از این قسمت بحث اوربیت رو داشتین که از این گزینه در واقع استفاده می‌کنید برای چرخوندن ویوپورت، ولی در دوره تکمیلی شما میتونید با نگه داشتن کلید Alt و اسکرول موس بتونید صحنه رو بچرخونید، روتیت مورد نظرتون رو بدین و از زوایای مختلف به کار نگاه کنید. خب من میام یه سری احجام رو اینجا ایجاد می‌کنم، یه سری حالا باکس و اسفیر، و این نکته هم البته قبل از اینکه کار رو شروع کنیم خدمتتون عرض کنم، برای مدل سازی حرفه‌ای در نرم‌افزار 3D استودیو مکس بهتر استش مود رو روی حالت کلی بذاریم تا تمامی اجسام به صورت تک رنگ و با نهایت جزئیات دیده بشن. کنتراست رنگی که در ویوپورت ملاحظه می‌فرمایید فوق‌العاده به ما جزئیات رو نشون میده و میتونیم در واقع به راحتی مدل سازیم رو انجام بدیم. پس در این دوره میایم از قسمت ویو مود رو روی حالت کلی می‌ذاریم و کارمون رو پیش می‌بریم. خب بعد از این که من یه سری احجام رو اینجا ترسیم کردم، حالا یه سری احجام بیشتر رو هم اینجا اضافه میکنم. به این حالت یه پلین هم اینجا میکشم و خب کافی هستش. خب میام همین بحث سلکشن رو بررسی میکنم. ببینید در حالت اول ما یه پنجره سلکشن رو داشته باشیم و فعالش کنیم، میام اینجا بخوایم هر چیزی که انتخاب کنیم یه پنجره اگه باز کنیم انتخاب میشه. ببینید من از سمت راست بکشم یا از سمت چپ بکشم، هر جسمی که بهش برسه رو داره انتخاب میکنه. ببینید حتی یه ذره از هر جسم رو بگیره برای من داره انتخاب رو انجام میده. چه از چپ پنجرم رو بکشم به این حالت، چه از راست پنجرم رو بکشم، هر جسمی که میاد در داخل محدوده این رکتنگل من قرار میگیره شامل این انتخاب میشه. ولی خب در حد تکمیلی بخوایم این گزینه رو بررسی کنیم، اگر روی این مثلث کلیک کنیم و نگه داریم منوش باز بشه، میتونیم روی گزینه بعدیش کلیک کنیم که حالت دایره هستش. این قسمت سیرکولار هستش، با انتخاب دایره در واقع مواجه میشیم. اگه این گزینه فعال باشه، برای اینکه انتخابم رو انجام بدیم و کلیک کنیم و بکشیم در صحنه، میبینید که انتخاب من به صورت
دایره در میاد. ببینید هر جایی که من موس رو بگیرم و بکشم یک دایره برای من ایجاد خواهد شد. به این صورتی ملاحظه میفهمید. این دایره هر جسمی که در داخل محدودش قرار گرفته باشه رو به حالت انتخاب در میاره. پس میتونیم در محلهایی که شاید لازم استش ما به جای اینکه از مستطیل استفاده کنیم از دایره مجبور میشیم استفاده کنیم، از این سلکشن استفاده کنیم. شاید من میخوام در محلی در واقع جسمی رو انتخاب کنم که نیاز هستش تا سلکشن من به صورت دایره باشه، بنابراین از این موضوع میشه استفاده کرد که کمک شایانی به ما بکنه. گزینه بعدیش به صورت فنس هستش. این به ما کمک میکنه که خودمون مشخص کنیم که از کجا انتخاب میخوایم انجام بدیم. ببینید من از این قسمت میام با کلیک های مختلفی پنجره در واقع سلکشنم رو انتخاب میکنم. ما میایم از این قسمت این گزینه رو فعال میکنیم قبل از اینکه سلکشنمون رو انجام بدیم و بعد میایم در داخل صحنه شروع میکنیم به تصمیم. ببینید من اینجا کلیک میکنم، موس رو میکشم و دوباره موس رو رها میکنم کلیکش رو و میبینید که اینجا یک نقطه ایجاد شد. میام اینجا یک کلیک میکنم، میارم این قسمت کلیک، دوباره یک کلیک دیگه و میارم در انتهای سلکشنم اینجا رو کات میکنم. به معنی اینکه من در نقطه شروعم کلیک بکنم آخرین نقطه‌ام رو، این گوری برای من به حالت انتخاب در میاد. حالا اگه یک قسمت کوچولوی هم از جسم در داخل انتخاب من بود، باز اون هم انتخاب خواهد شد. کاری نداریم که این جسم چقدر در داخل کادری که من میکشم قرار میگیره. هر چقدر از آبجکت در داخل این کادر من قرار بگیره، ببینید الان این گوری یه مقدارش داخل کادر، این کره همچنین، این پلین همچنین، ولی خب این دو تا آبجکت کاملا در داخل ویوپورت من و سلکشن که دارم باز میکنم قرار دارن. بنابراین در این کادری که من ترسیم میکنم و میبندم تمامی آبجکت ها انتخاب خواهند شد، چون حتی ریزترین قسمت اونها هم در داخل این کادر قرار گرفته. پس من میام سلکشن رو میبندم و به محض بستن میبینید که تمامی آبجکت ها اینجا انتخاب شدن. پس اینجا ملاحظه میفرمایید ما کاری نداریم چقدر از یک آبجکت داخل سلکشن ما باشه، ولی خب این ترسیم کادر سلکشن به ما خیلی کمک میکنه. ببینید شاید ما یه قسمتی هستیم که نمیتونیم در واقع با انتخاب مستطیلی یک جسم رو انتخاب کنیم. میایم از همین قسمت سوم استفاده میکنیم که بتونیم کادری که مد نظرمون هستش رو ترسیم بکنیم و بگیم آقا آبجکتایی که در داخل این کادر قرار میگیرن رو برای ما ترسیم کن که در اون حالت میاد اونها رو به حالت انتخاب شده در میاره. به جای ترسیم با یه سی انتخاب کنیم. پس میایم این حالت سوم رو انتخاب میکنیم در قسمتایی که توان این رو نداریم که با گزینه رکتنگل یا حالا به صورت سیرکولار انتخابمون رو انجام بدیم. میایم چیکار میکنیم؟ از همین حالت سوم استفاده میکنیم و خیلی راحت کادرمون رو ترسیم میکنیم و میگیم که آقا داخل این کادر ما هر آبجکتی هستش رو فقط برای ما انتخاب کن، خارج از این کادر رو برای ما انتخاب نکن. موضوع بعدی لسو هستش. لسو سلکشن این امکان رو به ما میده که یک خط آزاد رو ترسیم کنیم. ببینید به این حالت که ملاحظه میفهمید کلیک میکنیم میکشیم و هر آبجکتی که داخل این ترسیم من باشه رو انتخاب میکنم. ببینید من مجددا کلیک میکنم، موس رو جابجا میکنم، ملاحظه میفهمید چه ترسیم رو داره برای من انجام میده. به این صورت دوباره کلیک میکنم، میارم از این محب به بعد رو به حالت انتخاب در میارم. به این شکل. گزینه بعدی گزینه اسپری هستش. ما در صحنه روی هر قسمتی کلیک کنیم اونا رو به حالت انتخاب در میاره. ببینید من اینجا کلیک رو میگیرم، میارم روی گوری و همینطوری حرکت میدم به سمت کره، کره هم در حالت انتخاب در میاد. موس رو ول نکردم و همینطوری موس رو گرفتم و دارم توی صحنه فقط موسم رو جابجا میکنم، نشانگرم رو میارم روی هر جسمی که میکشم به حالت انتخاب در میاد. پس ببینید من این قسمت رو که فعال کردم حالت پینت رو میاد به صورت اسپری عمل میکنه. روی هر قسمتی که کلیک کنم اونجا به حالت انتخاب در میاد. ببینید من میام الان توی این قسمت خالی کلیک میکنم، موسم رو جابجا میکنم در حالتی که کلیک فعال هستش. روی گوری که میرسه گوری به حالت انتخاب در میاد. میارم روی حالت کره، کره به حالت انتخاب در میاد. میارم روی پلین، روی این باکس و روی این سیلندر، همه اینها به حالت انتخاب در میاد. پس با این گزینه میشه راحت تر انتخابمون رو مدیریت کنیم. خب من برش میگردم به حالت قبلی. کنار این گزینه ما یه قسمت ویندو کراسینگ داریم که همونطور که ملاحظه میفرمایید اگه موس رو روش نگه دارین زیرش در واقع یک توضیحات رو هم در مورد این گزینه به ما میده که حالا من خدمتتون عرض کنم که اگه این گزینه فعال باشه ما بخوایم یه جسمی رو انتخاب کنیم. ببینید من الان میام اینجا کادر انتخاب میکشم ولی هیچ جسمی انتخاب نمیشه، ولی در این حالت میبینید که یه جسم انتخاب شد. ببینید یه جسم داره انتخاب میشه. خب این گزینه شاید متوجه شده باشین که چه کمکی به ما میکنه. وقتی این گزینه غیر فعال باشه و ما روی در حالتی که میخوایم انتخاب کنیم باشیم، بیاید انتخاب رو انجام بدیم. هر جسمی هر چقدر کم در داخل این کادر قرار بگیره انتخاب خواهد شد. نگاه نمیکنه که چقدر از جسم داخل کادر قرار گرفته. ریزترین قسمت از جسمم در داخل کادر قرار گرفته باشه میاد به حالت انتخاب در میاد. اما اگه این گزینه به این شکل ملاحظه میفرمایید قرار گرفته باشه،
در زمانی که ما میایم انتخاب کنیم، فقط اجسامی که کامل در داخل کادری که ما میکشیم قرار میگیرن به حالت انتخاب در میان. ببینید من اینجا یه کادر میکشم، ببینید گوری من انتخاب نمیشه، من باید کل این گوری رو در داخل سلکشنم قرار بدم تا به حالت انتخاب در بیاد. یا این اجسامی که ملاحظه میفرمایید هیچ کدومشون به صورت کامل داخل کادر من قرار نمیگیرن جز گوری، ولی اگه این کادر رو به این صورت من ترسیم کنم میبینید که اینا همشون در حالت انتخاب قرار گرفتن. یا حتی این قسمت که تمامی این ابجکت‌های در داخل صحنه‌ام رو تونستم انتخاب کنم. پس این هم یه گزینه مهمی هستش در بحث مدل سازی تکمیلی، که خب زیرش هم یه توضیح در خصوص موضوع داده به زبان انگلیسی که میتونید استفاده کنید. من کلیات کار باهاش رو خدمتتون عرض کردم. پس سلکشن ها خیلی به ما کمک میکنن در بحث ترسیمات سه‌بعدی و فوق العاده حائز اهمیت هستن. خب بعد از بحث سلکشن ها میام یه گزینه دیگر رو بررسی میکنیم. سلکشن دیگه رو اینجا داریم که در واقع یه تولزی هستش میشه ازش استفاده کرد. سلکت بای نیم ابزاری هستش میشه برای مدیریت اجسام که در صحنه داریم جهت انتخاب اونها استفاده کنیم. من میام روی این قسمت کلیک میکنم و یه پنجره برای من باز میشه. همونطور که مستعصر هستیم ما میتونیم اینجا هر جسمی که در داخل صحنه هستش رو ببینیم. خب اجسام که در داخل صحنه هستن برای ما در این قسمت قابل دید هستن. من مثلا میخوام اسفیرم رو انتخاب کنم، روش کلیک میکنم و اوکی میکنم، اسفیر من به حالت انتخاب در میاد. اما میانبر این گزینه چی هستش؟ ما خب در داخل صحنه هی نباید دنبال گزینه بگردیم، یه سری گزینه رو باید روی کیبورد یاد بگیریم و اونا رو در واقع استفاده کنیم که سریعتر به ما کمک کنه برای دستیابی به منظوری که داریم و هدفی که میخوایم بهش نائل بشیم. بنابراین برای اینکه سلکت بای نیم رو ما فعال کنیم کلید H از روی کیبورد رو میتونیم بزنیم و به این منو دسترسی داشته باشیم. خب وقتی روی کیبورد اومدیم کلید H رو زدیم، این منو برای ما باز میشه که میتونیم اینجا یه سری گزینه ها رو ببینیم. خب اینا در واقع اجسامی هستن که در داخل صحنه ما وجود دارن، اما این بالا ما یه سری منو داریم. ببینید اینجا من میتونم فیلتر کنم. تو بحث تکمیلی خوب هستش این قسمت رو هم با هم ببینید. ببینید اینجا من میتونم فیلتر کنم. چجوری فیلتر کنم؟ فیلتر کنم آقا جیومتری رو به من نشون نده. خب اینا که الان توی صحنه هستن همشون چی هستن؟ همشون برای من جیومتری هستن و جیومتری ها وقتی اینجا من این گزینه رو غیر فعال کردم دیگه به من اینجا نشون داده نمیشه. اگه اینو دوباره فعال کنم جیومتری ها رو داره اینجا به من نشون میده. خب من یه سری اجسام دیگه هم اضافه میکنم به کار، اکستندد مثلا میکشم یه سری اینجا که اونا هم برای ما اینجا باشن. حالا به این بحث خواهیم رسید، در این خصوص ما به طور مفصل با هم بحث خواهیم کرد. خب بعد از این من میام اینجا حتی یه سری نورها هم در صحنه ایجاد میکنم که یه سری آبجکت های مختلفی رو در صحنه من داشته باشم. خب کالر این آبجکت ها رو هم به رنگی در میارم که قابلیت ایده شدن داشته باشم به این صورت. خب ببینید من الان توی صحنه یه سری ابزار مختلف رو دارم. خب این آبجکت هایی که در صحنه دارم رو میام با کلید H منوشون رو باز میکنم تا بتونم در واقع فیلتر مختلفی روش اعمال کنم. ببینید من میخوام در داخل صحنه جیومتری رو نبینم. من روی این قسمت کلیک میکنم، تمام جیومتری که در صحنه دارم اینجا دیده میشن و دیده نمیشن. من برمیگردم الان جیومتری و تمام آبجکت که در صحنه دارم رو اینجا دارم. میام روی گزینه دوم. ببینید من میخوام شیپ ها، این ترسیم دو بعدی که من دارم دو تا دایره اینجا کشیدم شیپ حساب میشن. اگه این رو بزنم شیپ های من این دو تا شیپ که من داشتم از صحنه خارج میشن. ببینید اینجا ملاحظه میفرمای سیرکل یک و سیرکل دو که با این گزینه در فعال میشن، در واقع داخل لیست نمیافتن. خب ببینید این گزینه چه کمکی به من میکنه؟ یا من بخوام در واقع نورم رو غیر فعال کنم اینجا میزنم و نور من غیر فعال میشه. این فیلتر به من چه کمکی میکنه؟ من بخوام تمام مثلا شیپ های داخل صحنه رو انتخاب کنم چیکار میکنم؟ میام تمام اینا رو غیر فعال میکنم تا نشون بدم که آقا فقط شیپم در داخل این کادر انتخاب من قرار بگیره. ببینید الان دو تا شیپ که دارم رو اینجا میتونم انتخاب کنم و این دو تا به حالت انتخاب در بیاد. یه صحنه شلوغ داریم، یه فضایی داریم که فوق العاده توش اجسام زیاد هستن، اون موقع چیکار میکنیم؟ میایم از این تکنیک استفاده میکنیم. یا من کلا این صحنه سلکشنم رو خالی میکنم، میخوام فقط نورای داخل صحنه رو انتخاب کنم. میام اینجا قسمت لایتس رو فعال میکنم، این لایت برای من فعال میشه. یکی تاریتش هستش، یکی هم خود نور هستش که این دوتا رو من انتخاب میکنم و اوکی میکنم نوری که در صحنه هستش به حالت انتخاب در میاد به این صورت. یا من میخوام
فقط دوربینم رو در صحنه ببینم. از این قسمت تونم دوربینم رو فعال کنم. حالا من در داخل صحنه دوربین ندارم. بخوام فقط جیومتریام رو داشته باشم، اینا رو میتونم ببینم و انتخابشون بکنم و اوکی کنم تا به حالت انتخاب در بیام و روشون در واقع تغییراتی مد نظرم هستش رو انجام بدم. پس این گزینه هم به ما کمک شایانی میکنه. من یه سری گزینه دیگه هم به صحنه اضافه میکنم. یه دوربین اینجا اضافه میکنم. نوری که دارم، یه سری ترسیمای دیگه هم در صحنه ایجاد میکنم که به من یه صحنه مختلف رو بده که انواع اقسام آبجکت داخلش هستش. خب یه سری من آبجکت در داخل صحنه دارم. ببینید دوستان، من اگه سلکشنم رو انتخاب کنم، حالا اینم برمیگردم به حالت قبلی، سلکشنم رو انتخاب کنم و بخوام در واقع در داخل صحنم انتخابی رو ایجاد کنم، ببینید اگه انتخاب رو به این صورت انجام بدم، تمام آبجکت های در صحنه من انتخاب میشن. این منو رو میخوام خدمتتون عرض کنم، سلکشن فیلتر. یه سری فیلترها هم طبق این توضیحاتی که در زیر منو که موس رو نگه میداریم میاد، اینجا میتونیم از اونها استفاده کنیم. ببینید من اینجا الان روی آل هستش، یعنی تمام ابزارهایی که در صحنه دارم رو میتونم انتخاب کنم به این صورت. خب میام اینو روی جیومتری میذارم، روی جیومتری میذارم ببینم چه اتفاقی میفته. میام دوباره کادر انتخابم رو باز میکنم، دقیقاً عین همون حالت قبلی، میخوام ببینم چی انتخاب میشن. ببینید فقط جیومتری ها برای من انتخاب شدن، یعنی من الان فقط جیومتری ها رو دارم، با اینکه من دارم کامل پنجره انتخابم رو میکشم ولی فقط جیومتری های من دارن انتخاب میشن. و خب این کمک خیلی خوبی من خواهد کرد در بحث مدل سازی سه‌بعدی، ابزاری هستش که فوق العاده در بحث حرفه‌ای به کار میاد. یا مثلا من میخوام فقط دوربینام انتخاب بشه، ببینید کل این اجسام رو انتخاب میکنم ولی یه دونه دوربین که در صحنه دارم داره انتخاب میشه. یا میخوام مثلا فقط نورام انتخاب بشه، کل صحنه رو با اینکه انتخاب میکنم ولی فقط اون یه دونه نوری که در صحنه داشتم انتخاب شد. پس همونطور که ملاحظه کردین این ابزار فوق العاده های اهمیت و مهم هستش در بحث انتخاب ها. من میام روی شیپس قرارش میدم تا فقط شیپ هم رو انتخاب کنم. ببینید فقط شیپ من اینجا انتخاب میشه. پس این موضوع فوق العاده به ما کمک میکنه در بحث مدل سازی سه‌بعدی و انتخاب های مختلف. ببینید حتی من اگه بیام روی اینا کلیکم بکنم به حالت انتخاب در نمیاد، چون بهش تعریف کردم که فقط شیپ ها به حالت انتخاب باشن. پس این گزینه به ما فوق العاده کمک میکنه. من برش میگردم رو حالت آل و یه مقداری صحنه‌ام رو خلوت‌تر میکنم. خب در ادامه من میام اینا رو حذف میکنم، مجدد برمیگردم به حالت استاندارد پریمیتیوز و یه باکسی رو اینجا ترسیم میکنم. موضوع بعدی بحث ترانسفورم ها یا موو، روتیت و اسکیل هستش. در خصوصشون میخوام یه سری کاربردهای جدید رو خدمتتون عرض کنم. در بحث مقدماتی با جابجا کردن این آبجکت ها آشنا شدید یا روتیت کردنشون که در محورهای مختلف میتونستید روتیت کنید. ولی خب میایم یه سری بحثای جدید رو ایجاد میکنیم. ببینید من میخوام این جسم رو به اندازه 10 واحد جابجا کنم. میام چیکار میکنم؟ روی گزینه موو کلیک راست میکنم. همونطور که توضیحی که زیرشم گذاشته در اکتیویتس میگه که فعال کنید انتخاب رو و با موو تول بیاین این رو جابجا کنید. خب من اینجا جسمم رو انتخاب میکنم و روی گزینه موو راست کلیک میکنم. بعد اینکه من راست کلیک کردم یه منو برای من باز میشه. ببینید من اگه بخوام این باکسم رو در راستای محور X به اندازه حالا 10 واحد یا هر مقداری که مد نظرم هستش جابجا کنم، خیلی راحت میام اینجا مقدار بهش اعمال میکنم. ببینید من اینجا 10 وارد میکنم و اینتر میزنم، به اندازه 10 واحد اومد جلوتر. حالا واحد من روی سانتی متر هستش، یعنی 10 سانتی متر اومد در راستای محور X به این یکی سمت. حالا من میخوام در راستای محور Z این رو به اندازه 30 سانتی متر ارتفاع بدم. میام روی Z اینجا 30 در واقع واحد وارد میکنم و اینتر میکنم. ببینید باکس من رفت بالاتر. من در این منوی که راستیلی که منوی موف هستش میتونم به یه سری ابزارهای مختلف دسترسی داشته باشم که به من بحث جابجایی جسم به اندازه واحدی رو میده که میتونم ازش استفاده کنم. موضوع بعدی بحث روتیت هستش. ببینید ما میتونستیم با گزینه روتیت آبجکتم رو در هر زاویه که دلمون بخواد روتیت کنیم. اما اینجا باز دوباره با راستیلی روی گزینه روتیت یه منوی باز میشه. من میخوام حول محور Z 20 درجه این جسمم رو روتیت کنم. میام اینجا به اندازه 20 واحد وارد میکنم و اینتر میکنم. میبینید چرخید. دوباره یه 20 درجه دیگه. دوباره یه 20 درجه دیگه. به این حالت میتونم روتیشن رو انجام بدم. بخوام در راستای محور Y، یعنی حول محور Y روتیت رو انجام بدم، میام اینجا مقدارش رو وارد میکنم و
اینتر میزنم. پس به این صورت میتونیم از منوی راست کلیک روتیت هم استفاده کنیم. من این قسمت رو حذف میکنم، مجدد یه باکس دیگه ترسیم میکنم خدمت. خب ببینید دوستان، من الان یه باکس دارم توی صحنه، میام گزینه موو رو انتخاب میکنم. ما میتونستیم با گرفتن کلید شیفت و جابجا کردن جسم ازش کپی بگیریم، درسته؟ یعنی من شیفت رو بگیرم، جسم رو در راستای محور که مد نظرم هستش جابجا کنم و رها کنم گزینه ها رو تا پنجره کلون آپشن برای من باز بشه. حالا در این خصوص با هم مقداری صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا در همین حد کافی هستش که یک مروری بهش کرده باشیم. ببینید دوستان، یه همچین کپی میشه از آبجکت ها گرفت. یعنی گزینه موو یه کاربرد دیگه هم که داره همین بحث کپی گرفتن از آبجکت هستش. اما بحث روتیت، خب من میام جسمم رو انتخاب میکنم. ببینید دوستان، من میخوام حول محور زد این آبجکتم رو روتیت کنم، ولی با یه روش جدید. ببینید من میام شیفت رو نگه میدارم، روی محوری که میخوام حول محور زد روتیت کنه کلیک میکنم، یه مقداری جابجاش میکنم. ببینید چیکار میکنه، داره کپی میگیره. با گرفتن شیفت در واقع دارم از این آبجکت یه کپی تهیه میکنم. من حالا به یه مقدار مشخصی، حالا اینقدر مثلا، در واقع یه کپی میگیرم، رها میکنم. میبینید یه پنجره کلون آپشن دوباره برای من باز میشه. میام اینجا نمبر اف کپیز رو افزایش میدم به اندازه 6 تا مثلا و اوکی میکنم. ببینید چه فرم زیبایی رو من اینجا ایجاد کردم به همین راحتی. من برمیگردم، ببینید دوباره جسم رو انتخاب میکنید، کلیک میکنید روی فرمی که مد نظرتون هستش، روی محوری که میخواین هولش بچرخه، مثلا هول محور، این بار میخوام هول محور وای بچرخه، شیفت رو نگه میدارم، روی اون محور کلیک میکنم، یه مقداری جابجا میکنم موس رو به این مقدار. حالا زاویه رو اینجا ملاحظه میفرمایید نوشته الان حدود 36 درجه. من حالا اینقدر اون رو جابجا میکنم و رها میکنم. یه پنجره کلون آپشن مجدد برای من باز میشه. میام اینجا نمبر اف کپیز رو مشخص میکنم، مثلا 8 تا و اوکی میکنم. ببینید به این حالت که ملاحظه میفرمایید، یه سری کپی از جسم به صورت روتیتی برای من گرفت که برای ایجاد فرمای مختلف فوق العاده میشه ازش استفاده کرد برای بحث مدل سازی های سه بعدی. پس این هم گزینه‌ای هستش که به ما فوق العاده کمک میکنه در بحث مدل سازی سه بعدی. حالا بحث اسکیل، ببینید در خصوص اسکیل من میتونم به همون راست کلیک رو دوباره خدمتتون عرض کنم. راست کلیک بکنید، جسم رو انتخاب کنید، راست کلیک بکنید و اینجا میبینید 100% جسم، یعنی اندازه خودش. بیام به اندازه 200% این رو بزرگ کنم، اوکی میکنم، میبینید بزرگتر شد به اندازه 200%، یعنی دو برابر شد. همچنین من اگه جسم رو انتخاب کنم و بیام در این قسمت موس رو نگه دارم و شیفت رو بگیرم و رها کنم، باز دوباره همون کلون آپشن رو دارم ولی به صورت اسکیلی. یعنی میتونم اینجا تعداد براش وارد کنم، اوکی کنم و میبینید یه سری کپی از جسم گرفته، ولی خب اینا رو ما نمیبینیم. اگه به حالت وایر فریم در بیاریم کار رو، میبینید اینجا یه جسم اینجا، یه جسم اینجا، یه جسم اینجا، در واقع داخل جسم این اجسام شکل گرفتن. من اگه این رو پاک کنم دوباره زیرش یکی هستش، اگه این رو پاک کنم میبینه که 8 تا کپی از این جسم گرفته شده که در صحنه ملاحظه کرد روی هم افتادن. خب اینا یه سری تکنیک هستن که در بحث مدل سازی فوق العاده به شما کمک میکنن که بتونین ازش بهره ببرید برای کارهای مدل سازیتون، و یه سری ابزارا هستن که کمک میکنن بهتون برای راحتی در انجام عملیات مدل سازی. خب من این جسمم حذف میکنم. خب موضوع بعدی که بهش میپردازیم در خصوص یونیت ستاپ ها هستن. شما قبل از اینکه هر پروژه‌ای رو بخواین شروع کنید و انجامش بدین، بایستی واحدهای اندازه‌گیری رو ست کنید. این کار تفاوت بین مدلساز حرفه‌ای و مدلساز آماتور رو مشخص میکنه. شما قبل از انجام هر گونه مدلسازی بیاین قسمت کاستومایز و در زیر مجموعه یونیت ستاپ وارد بشین و در پنجره‌ای که باز میشه سیستم‌های اندازه‌گیریتون رو مشخص کنید. بنده روی متریک ست کردم، شاید برای شما به صورت پیش‌فرض روی یو اس استاندارد باشه که میتونید هم روی اون واحد کارتون رو انجام بدیم، هم میتونید روی متریک ست بکنید. در زیر مجموعه متریک هم میتونید اندازه‌گیری رو مشخص کنید که به کیلومتر باشه، به متر باشه، به سانتی متر باشه یا به میلی متر، که من به صورت پیش‌فرض روی سانتی متر ستش کردم که ترسیماتی که انجام میدم بر حسب سانتی متر باشه. شما اگه یه پروژه کوچولو رو دارین مدل سازی می‌فرمایید، خوب استش از واحد میلی متر استفاده کنید. اگه یه پروژه نرمال و متوسط رو دارین مدل سازی می‌کنید، خوب استش از سانتی متر استفاده کنید. اگه یه پروژه بزرگ هستش، خوب استش از متر استفاده کنید و کیلومتر هم مناسب برای پروژه‌های فوق‌العاده بزرگی هستن. شاید یه نفر می‌خواد در واقع یک شهر رو مدل کنه، خب اینجا میطلبه که از واحد کیلومتر استفاده کنیم. منوی بعدی
قسمت سیستم یونیت ستاپ هستش، با زدن روی این گزینه یک پنجره باز میشه. توی این پنجره ملاحظه میفرمه که بایستی یک یونیتمون رو مشخص کنیم که چه واحدی هستش. من میگم یک یونیت هم یا یک واحد هم برابر با سانتی متر باشه. اینجا هم باز شما نسبت به اون نرم افزاری که ممکن استش فایل 3D استودیو مکستون رو بهش انتقال بدین یا فایل رو دارید میارید داخل نرم افزار میتونید ست کنید. برای مثال میتونید از سیستم اینچ، فیت، مایل و میلیمتر و سانتی متر و غیره استفاده کنید که من به صورت حالا پیش‌فرض برای این دوره آموزشی روی سانتی متر این رو ست کردم. پس همیشه قبل از اینکه پروژه‌تون رو شروع کنید واحدهای اندازه‌گیریتون رو مشخص کنید که بر حسب اونها کار پیش بره، که این فوق العاده کیفیت و دقت شما رو بالا خواهد برد و کسی که در واقع فایل سبودی شما رو بررسی میکنه پی خواهد برد که شما حتی به ریستن جزئیات در مدل سازیتون اهمیت دادین، از جمله واحدهای اندازه‌گیری. موضوع بعدی در خصوص اشکال اولیه سبودی هستش. قطعا در سطح مقدماتی آشنایی اولیه‌ای رو با ایجاد یک چنین فرمایی داشتید، ولی خب یه سری نکات از این اشکال رو خدمتتون عرض می‌کنم که شاید جالب توجه باشه. من یه باکس رو ترسیم می‌کنم. خب با ترسیم باکس قطعاً آشنایی دارید دوستان. خب این باکسی که ملاحظه می‌فرمایید در قسمت مودیفای اگه کلیک کنید یه سری پارامترها داره که از این پارامترها می‌تونید استفاده کنید برای بحث‌های حرفه‌ای مدل سازی. ببینید ما یه باکسی رو می‌کشیم و می‌آییم از این باکس استفاده می‌کنیم برای ایجاد اشکال مختلف، یعنی روی این باکس یه سری ویرایش‌درها مثل ادیت پالی اعمال می‌کنیم که می‌تونیم این باکس رو ویرایشش بکنیم و به شکل‌های مختلف در بیاریم. ما چیکار می‌کنیم؟ وقتی که این باکس رو انتخاب می‌کنیم و در قسمت مودیفای نگاه می‌کنیم، سه تا گزینه ملاحظه می‌فرمایید که تعداد سگمنت‌ها در هر وجه این جسم رو به ما نشون می‌ده. شاید در بحث اول ما خیلی برامون مهم نباشه، خب یه باکس می‌خواستیم و این باکس رو ترسیم کردیم، ولی خب این باکس میتونه در واقع شروعی باشه برای یه سری مدل سازی های حرفه‌ای که قطعا در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. ولی خب برای اینکه شروع کنیم این بحث مدل سازی حرفه‌ای رو، میتونیم روی این باکس در قسمت مودیفایش یه سری تغییرایی انجام بدیم. ببینید من این قسمت رو اگه ملاحظه بفرمایید مقادیری دارم که هر کدومش روی یک ست شده. من اگه این مقادیر رو تغییر بدم از این قسمت میتونیم این مقادیر رو زیاد یا کمترش کنیم. ببینید من میام تعداد سگمنت‌های طولی باکس رو زیاد میکنم. ببین دو کردم یه خط اینجا میفته. این خط چی هستش؟ این یه سگمنت هستش. داره سگمنت‌های من رو نشون میده که به دو قسمت تقسیمش کرد. به سه تا قسمت داره تقسیم میکنه. 4 و 5 تا. همچنین در قسمت ارزش میتونم تعداد رو بیشتر کنم. ملاحظه میفهمید. 5 در 5 برای من اینجا سگمنت تولید کرد روی این باکسی که ملاحظه میفهمید. اما در جهت ارتفاع من اسلایسی نمیبینم در روی این باکس. بنابراین میام از این قسمت اقدام میکنم و 5 دیگه هم این قسمت ایجاد میکنم. خب این باکس با باکس اولیه که ما کشیده بودیم چه فرقی داره؟ ببینید این باکس در بحث ادیت پالی بهش خواهیم پرداخت. الان یه سری ویژگی ها داره که اون باکس اولیه ما نداشت، که اگه بخوایم روی این باکس یه سری تغییرات جدید اعمال کنیم بایستی باکس اصلی رو به این شکل در بیاریم. این باکس قابلیت های جدید تری داره. برای مثال ما اگه این باکس رو کانورتش کنیم به ادیت پالی، میتونیم در زیر مجموعه سلکشن در این قسمت ورتکس ها، اج ها، بوردر ها و مابقی گزیناش رو ببینیم. برای مثال تعداد ورتکس های این آبجکت رو ببینید. من اگه اینا رو در انتخاب کنم، حالا مفصلا در جلسه مربوط به ادیت پالی بهش خواهیم پرداخت، ولی میخوام فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. در این قسمت میبینید که تعداد ورتکس های این آبجکت 152 تا هستش به حالت انتخاب در اومد. اما ما اگه میومدیم یک باکسی رو با مشخصات در واقع 111 ایجاد میکردیم، ببینید من یه باکسی رو اینجا ایجاد میکنم و حالا بیام این باکسم رو هم به ادیت پالی کانورت کنم، در زیر مجموعه سلکشن اگه بخوام ورتکس ها رو انتخاب کنم، تعداد ورتکس ها رو ملاحظه بفرمایید، 8 ورتکس دارم من، در حالی که اینجا چند تا بود؟ 150 خورده ای تا من ورتکس داشتم. خب حالا این ورتکس ها چیکار برای ما انجام میدن و چه استفاده ای دارن در جلسه مربوطه بهش خواهیم پرداخت. فقط این رو میخوام در این قسمت فرا بگیریم دوستان که در تنظیمات مربوط به باکسمون میتونیم در بخش مودیفای یه سری تغییراتی رو روی باکسمون انجام بدیم که بحث مدل سازی رو برای ما راحت تر بکنه، که حالا بسته به نوع مدل که میخوایم انجام بدیم و تولید کنیم از یک باکس میتونیم در پارامترهای مربوطش این رو انجام بدیم. این موضوع رو هم عرض کنم خدمتتون که وقتی این باکس رو ما کانورت به ادیت پالی کنیم دیگه مودیفای رو اینجا نخواهیم داشت. بایسته قبل از اینکه
کانورت کنیم آبجکتمون رو به ادیت کوالی، این کار رو انجام بدیم. الان این دو تا باکسی که اینجا من ترسیم کردم در زیر مجموعه مودیفایش ملاحظه می‌فرمایید. دیگه من اون تعداد سگمنت ها رو ندارم، یا این یکی قسمت باز دوباره برای این یکی باکس هم ندارم، ولی این باکسی که هنوز تبدیلش نکردم به ادیت کوالی همچنان این پارامترها رو دارم و فعال هستم. به محض اینکه من این باکس رو هم بیام راست کلیک و کانورت رو ادیت کوالی کنم، ملاحظه می‌فرمایید که اون زیر مجموعه مربوط به سگمنت ها در مودیفای جسم کلا از بین میره و جسم کلا ماهیتش تبدیل میشه به ادیتیبل کوالی که در جلسه مربوط بهش خواهیم پرداخت. خب در بحث باکس ها ما میتونیم کارهای جدیدتری هم انجام بدیم. ببینید ما باکس رو چجوری میکشیدیم در بحث مقدماتی، کلیک میکردیم میکشیدیم و ارتفاع بهش میدیم. اما اینجا یه گزینه ای هستش creation method که در واقع متد ایجاد جسم میتونیم تغییر بدیم. کیوب در واقع حالتی هستش از مرکز، از پیوت که در مورد پیوت هم صحبت خواهیم کرد این جلسه، از پیوت جسم شروع میکنه و برای ما جسم رو ایجاد میکنه. میبینید به این حالت من میام روی حالت کیوب باکسم رو ست میکنم و کلیک میکنم میکشم و لیزه میفهمید داره به صورت حجمی این جسم برای من ایجاد میکنه. پس اینم در واقع یه مودی هستش برای ایجاد باکس میشه ازش استفاده کرد. خب قبل از اینکه به بقیه اجسام و نکات تکمیلیشون بپردازیم، در خصوص ویوپورت من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شاید قبلا برای اینکه ویوپورتتون رو تغییر میدادید با سی کلید Alt W رو میزدید و میرفتید در ویوی که مد نظرتون بود قرار میگرفتیم و مجدد اون ویو رو بزرگ میکردیم تا مثلا از ویو تاپ به جسم نگاه کنید، یا دوباره در بیاین برید در قسمت فرانت و مجدد این ویو رو بزرگ کنید و اینجا جسم رو مشاهده کنید. اما ما میایم در حالتی که ویو پرسپکتیو به صورت بزرگ هستش چیکار میکنیم؟ با زدن کلید F از روی کیبورد میریم از نمای F فرانت یا جلوی جسم جسممون رو میبینیم. اگه بخوایم از بالا نگاه کنیم کلید T رو میزنیم، T از روی کیبورد میتونه یک نما از بالا به ما بده در خصوص اجسامون. پس میتونیم با این کلیدا هم روی جسمتون مانور بدیم و زوایای مختلفی رو ببینیم. کلید L هم به نمای لفت کار رو میبینه. ببینید لفت با L و فرانت با F حرف اولشون میتونن نمای مختلف کار رو بدن و T هم که از تاپ در واقع به ما ویو میده. اگه بخوایم از این قسمت در بیاریم با زدن کلید P میتونیم به نمای پرسپکتیو بریم و این ویوی که ملاحظه میفرمایید رو داشته باشیم. پس اینم در خصوص ویوپورت که میتونید از این موضوع فوق العاده استفاده کنید. دیگه لازم نیست ویوپورتتون رو کوچیک کنید، برید روی ویوپورت که مد نظرتون هستش، حالا تاپ، فرانت یا لفت، و از اون قسمت مجدد اینجا رو بزرگ کنید و دوباره برگردید به حالت پرسپکتیو اینجا رو بزرگ کنید، اینجا مدل سازی کنید. خب این زمان میبره و قطعا وقت شما رو خواهد کشت و یک مقداری هم حوصله برمیشه. خیلی راحت در منوی پرسپکتیو میتونید با زدن کلید F T و L به زوایای مختلف جسم دسترسی پیدا کنید و ویرایش های مختلف و مدل سازی های خاص خودتون رو انجام بدین که مد نظر دارید. موضوع بعدی مخروط هستش. ایجاد مخروط با این گزینه از زیر مجموعه جیومتری ایجاد میگرفت که خیلی راحت میتونستین در واقع با یک همچین ترسیمی یک مخروط رو ایجاد کنید. اما در زیر مجموعه این مخروط در قسمت مودیفایش میتونید ویرایش های مختلف به جسم اعمال کنید. ببینید اینجا من یک گزینه دارم به عنوان سایز که این سایز میاد بحث نرمی یا همون جلوه سیغلی جسم رو کنترل میکنه. من اگه این مقدار رو کمتر کنم، ببینید با کمتر کردن مقدار این لبه ها رو ملاحظه بفرمایید. حالا در بحث ادیت کوالی این موضوع بیشتر براتون جا میفته. با کمتر کردن این سایت ها میبینید که جسم حالت سیغلی و نرمی خودش رو داره از دست میده. تا جایی که من کاهشش میدم به 3 و دی از 3 کمتر نمیشه. چرا؟ چون یک مخروط حداقل به 3 تا وجه نیاز داره تا تعریف مخروط رو داشته باشه. پس از سایدز میتونید برای ایجاد نرمی در لبه های جسمتون استفاده کنید. این در بحث مدل سازی با ادیت کوالی و مدل سازی با مشا و سایر مدل سازی و متدهای مختلف فوق العاده کاربرد داره. من روی سی ست میکنم، میبینید لبه ها چقدر نرم شد. حالا بخوایم خیلی نرم تر باشه، ببینید اینجا یه سری شکستگی ها ما داریم میبینید. اگه من اچ رو فعال کنم میبینید این شکستگی ها اینجا دارن خودشون نشون میدن. من میام این سی رو به مقدار 90 افزایش میدم، ببینید چقدر نرم شد لبه. ببینید من دوباره برمیگردونم به سی، اینجا رو میبینید، اینجا رو ملاحظه بفرمایید. من دوباره میارم روی 90 و اینتر میزنم، ببینید اینجا چقدر سیغلی شد. پس چیکار میکنه این سایز؟ میاد نرمی و سیغلی لبه رو برای ما ایجاد میکنه که فوق العاده به ما کمک میکنه. سگمنت ها در ارتفاع که الان 5 تا هستش، از این موضوع هم همونطور که در خصوص باکس عرض کردم خدمتتون فوق العاده میشه استفاده کرد. ببینید من تعدادش رو کمتر میکنم و الان در ارتفاع هستن سگمنتی رو نمیبینیم. اگه این تعداد رو بیشتر کنم در راستای در واقع ارتفاع جسم
بهش سگمنت اضافه میکنم، به این صورت که ملاحظه میفهمه که این سگمنت ها دوباره در بحث ویرایشگرهای مختلفی که به جسم اعمال میکنیم و یک حجمی که حالا میخواییم از این مخروط بیرون بکشیم به ما کمک میکنه. کپ سگمنت هم سگمنت های مربوط به بالای مخروط رو به ما نشون میده. در این قسمت میبینید که الان دو رو زدم و یه دونه خط داخل این کار انداخت. بخوام در واقع بیشتر کنم، به این صورت میتونم سگمنت های کپ این مخروط رو هم افزایش بدم که این کار هم در بالای جسم شکل میگیره و هم در کف جسم که میتونید ازش استفاده کنید. آپشن بعدی که مخروط داره بحث اسلایس هستش. با اسلایس میتونیم یک گاچی رو از این مخروط داشته باشیم. من میام چیکار میکنم؟ این مخروطی که الان دارم رو اسلایس رو فعال میکنم، میگم اسلایس فرام، یعنی اسلایس از کجا مقدار براش تعریف میکنم. ببینید یه مقداری رو اگه براش در نظر بگیرم، مثلا یک رو اگه بزنم، شاید چون منفی هستش نتونه خودش رو به خوبی نشون بده، یک خب زیاد هستش، من این رو به اندازه نیم تغییر میدم، بیشتر 6 دهم، بیشتر 9 دهم، روی یک ست میکنم، برش میگردم به 0 و میام در قسمت ساید یه مقداری ساید ها رو کم میکنم، من میام روی 20 ست میکنم ساید رو و میام در قسمت اسلایس فرام شروع میکنم به وارد کردن مقادیر مختلف که همونطور که ملاحظه میفرمایید نسبت به ساید هایی که داره این اسلایس رو برای من انجام میده از جسم. ببینید هر چقدر این رو من بیشتر کنم به تعداد ساید هایی که داشتم میاد از جسمم یک اسلایس یا گاچی رو برای من تولید میکنه. من اگه بیشتر کنم این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد تا جایی که میاد به 360 درجه میرسه. در واقع زاویه دور جسم رو برای من میاد گاچ میزنه. من سایدها رو بیشتر میکنم که نرمی بیشتر بشه تا این شکل زیبایی خودش رو حفظ کنه. من میام دوباره صفرش میکنم. الان اسلایس من غیر فعال هستش. فعال میکنم و میزان زاویه رو افزایش میدم به این صورت. خب میشه اینو مقادیر مختلفی تست کرد. حتی میشه به مقدار منفی که از اون یکی سمت کم بشه تغییر بدیم. به این حالت که ملاحظه میفرمایید میتونیم گاچ های مد نظرمون رو از جسم ایجاد کنیم. خب موضوع بعدی اینو من برمیگردونم به صفر. اسلایس تو هستش. این هم میاد یک شروع و پایان رو برای اسلایس من مشخص میکنه. در واقع زاویه گاچش رو میاد مشخص میکنه. ببینید اسلایس فرام از این قسمت شروع میکنه تا کجا، تا اون یکی سمت. یکی این زاویه رو کنترل میکنه، یکی هم اون یکی زاویه رو که گاچ من به شکل صحیح شکل بگیره. موضوع بعدی که میخوایم در خصوص زیر مجموعش خدمتتون توضیحات رو عرض کنم، بس اسفیر یا همون کره هستش. ما میتونستیم یک کره رو به این حالت ایجاد کنیم که این کره در زیر مجموعش یه سری در گزینه‌ها داشت که خب از سگمنت میتونست تعداد سگمنت های این کره رو کم یا زیاد کنیم. در کمترین حالت میتونیم 4 تا سگمنت برای این کره در نظر بگیریم که از حالت کره خارج میشه. با بیشتر کردن تعداد سگمنت ها جسم حالت نرمتری به خودش میگیره و به شکل کره خودش رو نمایش میده. در قسمت اسلایس هم همونطور که عرض کردم در خصوص مخروط میتونید در واقع اسلایس های مد نظرت رو به این کره اعمال کنید که از این قسمت میشه اون زاویه رو مشخص کرد و اسلایس مد نظر رو روی این کره انجام داد. از این یکی سمت هم میتونیم این اسلایس رو کم و زیاد ترش کنیم. این موضوع میتونن به بحث مدل سازی کمک خارق العاده کنن. شما دیگه برای ایجاد یک گاچ از یک کره نمیایین، اون رو بشینید مدل سازی کنید. خیلی راحت یه اسفیر میکشیم و بهش یک اسلایس فرام و یک اسلایس تو اضافه میکنید تا بتونید در واقع یک گاچ زیبایی رو داشته باشید از یک کره. خیلی راحت در واقع بحث مدل سازی رو به این صورت میشه پیش برد. موضوع بعد که میخوام خدمتتون عرض کنم بحث جیو اسفیر هستش. کره جیودزیک اطلاق میشه بهش. این کره در واقع نوع پخش اجها روی صفحهش متفاوت هستش با کره اصلی که ملاحظه میفرمایید. توی ویوپورت هم میبینید این کره به صورت مثلثی در این اجهاش روی سطحش پخش شده به صورت جیودزیک هستش، اما این یکی کره به صورت افقی و عمودی ایجاد شده. خب این کره هم در بحث مودیفایش و زیر مجموعهش یه سری کنترلرها داره. میتونیم سگمنتاشو کم کنیم تا به شکلهای مختلفی دست پیدا کنیم. میتونیم زیاد کنیم نرمی این کره بیشتر بشه. اما در خصوص در واقع موضوع و نوع بیس کار که بتونه این کره جیودزیک رو برای ما ایجاد کنه حالتهای مختلفی داریم.
اینجا میتونیم روی اوکتا ست کنیم، میتونیم روی تترا ست کنیم که اینا میان چیکار میکنن؟ شکل پخش اجها روی صفحه کره ما رو مشخص میکنن. در حالت تترا میبینید که یک همچین شکلی رو ما داریم. میان تعداد سگمنت رو زیاد میکنن. میبینید به سه تا قسمت در بالا و پایین در واقع این جسم من تقسیم شده. در واقع به یه سری اجزای مختلفی تقسیم شده که اینا اومدن در کنار هم این کره رو شکل دادن که حالت تترا هستش. روی حالت اوکتا میبینید که اومده از یک سنتری شروع کرده و به صورت مربعی که زاویه دار هستش روی سطح کره من این اجها رو پخش کرده.